ای رزالجادو، از تو درباره پیامبرت موسی بن عمران سوال میکنم، چه دلیلی بر نبوت موسی علیه السلام است؟ او معجزاتی آورد که انبیاء پیشین نیاورده بودند. در مورد اینکه دلیل موسی بر حقانیت دعوتش معجزاتی بود که دیگران نتوانستند بکنند، درست میگویی. حال هر کس که ادعای نبوت بکند سپس کاری انجام دهد که دیگران قادر به انجام آن نباشند، تصدیقش بر شما واجب نیست. نه، مگر اینکه کرامات و معجزاتی مانند موسی داشته باشند. پس چگونه به انبیایی که قبل از موسی بودند ایمان داری، حالان که نه دریا شکافتند، نه از سنگ 12 چشمه جاری کردند، نه اعصاب مار تبدیل نمودند و نه مثل موسی علیه السلام ید بیضا داشتند؟ من که گفتم هرگاه برای اثبات نبوتشان معجزاتی بیاورند تصدیقشان واجب است. پس چرا به عیسی ابن مریم ایمان نمی آوری؟ میگویند او معجزاتی داشته ولی ما ندیده ایم. آیا معجزات موسی را دیده ای؟ آیا اخبار این معجزات از طریق افراد قابل اطمینان به شما نرسیده است؟ چرا، رسیده است. در مورد معجزات عیسی ابن مریم نیز اخبار متواتر برای شما نقل شده، پس چرا موسی را تصدیق کردی ولی به عیسی ایمان نیاوردی؟ ای پسر موسی ابن جعفر، حال من سابعی سؤالی دارم که اگر پاسخگویی در مقابل این جماعت بر علم تو شهادت خواهم داد و تو را یگانه عالم خواهم شناخت. تو باید عمران صابی باشی، اینطور نیست؟ همینطور است. سؤالت را بگو. خداوند اولین موجودی را که در عالم هستی خلق کرد چه بود؟ سؤال کردی، پس خوب دقت کن. واحد همیشه واحد بوده، همیشه موجود بوده، بدون اینکه چیزی به همراهش باشد، بدون هیچ گونه حدود و اعراضی، و همیشه نیز این گونه خواهد بود. سپس بدون هیچ سابقه قبلی مخلوقی را با گونه دیگر آفرید، با اعراض و حدودی مختلف، نه آن را در چیزی قرار داد و نه در چیزی محدود نمود، و نه بمانند چیزی ایجادش کرد و نه چیزی را مثل او نمود، و بعد از آن مخلوقات را به صور مختلف بدون اینکه نیازی به آنها داشته باشد آفرید. اگر خالق واحد باشد، آیا با آفرینش خلق خود تغییر نمی کند؟ خدا بوده و با خلقت خلایق تغییر نمی کند، بلکه مخلوقات با تغییراتی که خدا در آنها ایجاد می کند تغییر می کند. ما خدا را با چه چیز شناختیم؟ با چیزی غیر از او. غیر از او چیز؟ مشیت او، اسم او، صفت او و هر چیز دیگر شبیه اینها، و همگی اینها مخلوق، حادث و تدبیر شده خداوند هستند. او چی؟ نور است، به این معنی که مخلوقاتش را هدایت می کند. آیا اینطور نیست که قبل از آفرینش ساکت بوده و بعد به نطق آمده است؟ سکوت در جایی معنی دارد که قبلا نطقی در بین باشد. آیا او در مخلوقات هست و یا مخلوقات در اویند؟ او برتر از این هاست. بگو ببینم، آیا تو در آینه هستی یا آینه در تو؟ اگر هیچ کدام در دیگری نیستی، چگونه خودت را در آینه می‌بینی؟ توسط نوری که بین من و آن است. آیا آن نور را در آینه می‌بینی؟ بلی. به ما نشانش بده. آیا یکتایی خداوند به حقیقت درک می‌شود و یا از روی وصف؟ خداوند ایجاد کننده یکتا، همان موجودی که از اول بوده است، همیشه یکتا بوده، بدون اینکه چیزی به همراهش باشد، تک است و دومی ندارد، نه معلوم است نه مجهول، نه محکم است نه متشابه، نه در یاد هاست و نه فراموش شده،
نه چیزی است که نام چیز دیگری از اشیا غیر از خودش به او نهاده شود. اینطور نیست که از وقتی خواست موجود شده باشد و تا وقت معینی باقی بماند، یا قائم به چیز دیگری بوده باشد، به چیزی تکیه نکرده و در چیزی پنهان نشده است. شهادت میدهم او همان گونه است که وصفش نمودید.